روزی که من تصمیم گرفتم وارد این شغل بشم، یه زندگی روتین رو به جلوی که شاید موفقیت توش میتونست خیلی راحت تر برام به دست بیاد و پشت سرم گذاشتم. اون زندگی رو پشت سرم گذاشتم که برسم به عشقم، برسم به چیزی که عاشقشم، موجودی که عاشقشم، و این امروز من. من مهرادم امینی پور، 26 سالم الان تقریبا. من تا نزدیکای فوق دیپلم مدیریت خوندم که دیگه از اون رشته اومدم بیرون. کار اصلیم آموزش سگه، در واقع ترینر سگام. نزدیک به 3 ساله که دارم این کار رو انجام میدم و دیوونشم، خلاصش بخوام بکنم. در اصل اینجوری شروع شد که من میخواستم شروع کنم برای دامپزشکی خوندن و کنکورم دوبار دادم، ولی افتضاح. قصدی که داشتم این بود که حالا اگر یه درصد دامپزشکی رو قبول شم، توی اون تایمی که دارم کار اون انجام میدم با سگا در ارتباط باشم. بچگیم شدیداً دیوونه سگا بودم و دوستشون داشتم. فکر کنم مثلا 8-9 سالم بود نژادای معروف سگ و حداقل همه رو به اسم و قیافه و این شکلی میشناختم. و این شد که گشتم دنبالش ببینم چه جوریه. همیشه آرزو بچگیم داشتن یه دونه کرخره این شکلی بود. بعد استارتش هم یه خورد که ویلای یکی از آشناهامون سمت میگون یه دونه جرمن شپرد شولاین داشتن که اسمش هم سزار بود. از اونجا بود که دیگه من دیوونه ی همه سگا بودم. از اون سگ شروع شد که من عاشق این موجود بشم. شغل من بخوایم توی خلاصه بگیم، قسمت ابتدایی یا مقدماتیش باعث میشه که زندگی راحت تری کنار این بچه ها تجربه کنیم. یعنی توی پایین ترین لولش ما یاد دادن فرامین اولیه رو به این بچه ها داریم، مثل بشین، بخواب، یه سری حرکات نمایشی ابتدایی، بمون، و حالا آموزش دستشویی کردنشون که بخوان کجا دستشویی انجام بدن. توی اصل کار، بطن کار بخوایم بریم، کار ما استفاده از رفتارشناسی سگاست که بخوایم بدونیم چجوری اتفاق میفته، به چه صورته، و حل کردن مشکلات رفتاریشون، مثل واکنش نسبت به صدای زنگ، نسبت به غریبه ها، ترسایی که سگ تجربه میکنه یا شاید ناهنجاریایی که اون سگ داشته باشه. در واقع میشه گفتش که رفتارشناس توی ایران نداریم، تعداد خیلی کم رفتارشناسن به تعریف واقعی اون کلمه. بیشتر همه مربی ها دارن رفتارشناسی استفاده میکنن. حالا نظرهای خیلی مختلفی توش وجود داره که وارد اون نمیشیم، همش بحثه و چیزی که باید دو طرفه باشه. چیه بابا؟ تو مرحله های پیشرفته ترش هم خب میره سراغ بحث های بویایی سگ، بحث های پروتکشن سگ یا دفاع سگ. بویایی خودش یه دنیایی میشه توی کار آموزش، زنده یابی، مواد یابی، مواد منفجره بخواد سگ پیدا کنه، ردیابی، هزار و یک مورده که شاید گسترده ترین قسمتی که با سگ میشه کار انجام داد بخش بویایی. یه مثال خیلی ساده بخوام بزنم، همون جوری که بچه ها بیشترشون نیاز دارن به این که برن مدرسه، برن یه جای آموزش ببینن، خوندن نوشتن یاد بگیرن، سگان به یه مربی نیاز دارن. مخصوصا اگه تجربه اولتون تو نگهداری سگه، افرادی که تجربه کمی دارن عموماً باعث ایجاد مشکلهای رفتاری تو سگا میشن. اتفاق اصلی که میفته، ما اصلا به اذیت و آزارهایی که برای خودتون داره کاری نداریم،
این واکنش هایی که نشون میده، واقع زدن هایی که داره، همسایه ها بخوان شاکیشن، اصلا اونا رو بذاریم کنار، بحث اصلی اون استراب و استرسیه که خود این بچه ها دارن تحمل میکنن و با کمک یه مربی قاعدتا اینا اتفاق نمیفته. اگه رفتارتون رو با اون صحبت ها، اون تیپ هایی که مربی بهتون میده اصلاح کنید، هیچ کدوم از این اتفاق ها نمیفته. یعنی هر سرپرست سگی نیازه به حداقل یک جلسه بحثای تئوری داره که بخوام براشون توضیح بدن اصلا این موجود چیه، چی کار باید باشون بکنین، انگیزه هایی که این بچه ها دارن چیه، چی کارها نباید باشون انجام بدین. و اصلی ترین تفکری که یه مربی تو ذهن سرپرست سگ بعد از بین ببره اینه که اینا آدمیزاد نیستن، مثل یه بچه آدم نباید باشون برخورد کرد. موجودایی هستن که به سرعت میتونن تو چیزهای مختلف شرطی بشن و رفتارهای منحصر به فرد خودشونو دارن و واقعا مثل بچه‌های آدم نیستن. یه کشورهای دیگر دقیق نمیدونم، ولی با توجه به سوالایی که داشتم و کسایی که زندگی میکنن اصلا قابل مقایسه با اینجا نیست. فقط یه بخشش که بخش مسابقات این کاره، چون اون تقریبا یه رشته ورزشی توی حالت پیشرفتش و کشورهای دیگه کاملا تیم ملی میشه گفت دارن برای مسابقات مختلفی که اتفاق میفته. اولین چیزی که اینجا اصلا وجود نداره. دومین چیز قانون حمایت از حیواناته که اینجا اصلا نداریم. هیچ قانون وضع شده ای اگه اشتباه نکنم برای حمایت از حیوانات وجود نداره و خب قاعدتا جایگاه شغلی که دارن خیلی بالاتره. یعنی یه داگ واکر ساعتی $100 درآمدشه، یه کسی که فقط سگتون رو میاد میگیره میبره یک ساعت میچرخونه و برمیگردونه میذاره خونتون، اصلا و اصلا و اصلا قابل مقایسه با اینجا نیست. اینجا حتی ما یه خیال راحتی برای کارمون نداریم. هر روز امکان داره که بگم خب جمع اومدن سگا بیرون ممنوع، که اتفاق هم افتاده تا الان 2-3 بار. یعنی این اتفاق که میفته 2-3 ماه تموم، هیچ کاری وجود نداره، هیچ امنیتی نداری. خانواده خودم که اوایل واقعا به چشم شغل نمیدیدن، چون منم آدمی هم که خیلی از این شاخه به اون شاخه پریدم، خیلی اطمینانم نداشتم به این که خب مثلا این نمیمونه دیگه، میخواد بره دوباره سر خودشو گرم کنه و یه کاری انجام بده که یه سگی باشه و بازی کنه. در واقع اوایل گارد داشتن، واقعا به چشم شغل بهش نگاه نمیکردن. ولی الان نه، الان خانواده نزدیک خودم این شکلی نیست. باز مثلا یکم دورتر بریم هنوز کسی میخواد بگه بهم میگه سگ بازی داری میکنی، کسی هنوز جا نیفتاده به اون صورت براش، مخصوصا توی نسلهای قبل تر از ما. توی نسلهای خودمون چرا اینکه یه داگ ترینر باشی جا افتاده تره نسبت به نسلهای قدیم، ولی خانواده درجه دوی خودم خیلی قبول نکردن. نه جامعه هم میگم نسلهای قبلی خیلی واقعا به چشم یه سگ بازی نگاه میکنم، میبری جنگ میندازی، یعنی چیکار میکنی، یعنی نمیدونم بهشون یاد میدی کجا دستشویی کنن. آره بهشون یاد میدم کجا دستشویی کنن. امنیت شغلیمون تقریبا صفره، هیچ فاندیشنی ساسی برای کار ما وجود نداره، هیچ ارگانی وجود نداره. چند جا هستن به صورت مستقل دارن انجام میدن، ولی قابل اطمینان نیستن، بین المللی نیستن، حق و حقوقی برامون وجود نداره، بیمه که اصلا میخنده بهمون، خودمونیم و خودمون، مخصوصا منی که دارم خودم شخصی کار میکنم. سطح درآمد از صفر مطلق واقعا تا میشه ماهی 30 میلیون 40 میلیون، ولی فصلی شغلمون درآمدمون هم حتی تضمین شده نیست به هیچ عنوان. من فکر کنم الان مثلا نزدیک 2 ماه، شاید توی این 2 ماه اخیر 4 تومن از این شغل رو بردم، بیشتر نه. تنها من به درآمدم همینه، یه سری کارهای ریزم انجام میدم که بتونم زندگیمو بگذرونم. درآمدم راضی نیستم اصلا، یعنی با توجه من هزینه ای که تا الان برای یادگیری این کار، نگهداری خود این بچه، آموزش خود این بچه توسط خودم کردم، بخاطر جاش و غذای خاص سری که باید بخوره و وسایلی که لازم داره، از کل درآمدم بیشتر بوده تو این 3 سال، خیلی بیشتر بوده. یعنی شغل اولم، کس اولی هم که پیشش کار کردم، حالا اسمشو خیلی دوست ندارم بیارم، ولی میشه گفت کلامو برداشت. من سال 99 نزدیک
50-60 میلیون تومان برای اینکه برم اونجا کار کنم از اینه کرد. بچگی من اینایی بودم که واقعا نمیدونستم میخوام چیکارشم. همه کار دوست داشتم، پزشک جراح دوست داشتم، رزمی کار دوست داشتم باشم، شناگر دوست داشتم باشم، دامپزشکم اون تایم ولی نمیدونستم دقیقا چی. اصلا اون موقع نمیدونستم شغلی به عنوان آموزش سگ وجود داره. اگه برگردم عقب، از همون سال 95 که دبیرستانم تموم میشد میرفتم توی این کار. خیلی نمیتونم بگم جای مشخصی، الان دیگه همه جای تهران هست. یعنی من از پردیس تا کرج کلاس داشتم، از نیاورانم تا میدون شوش کلاس داشتم، یعنی همه جای تهران بوده. بیشتر بخوام بگم سمت غرب تهران، پردیس و شمال تهران بیشترین جایی بوده که من کلاس رفتم. خب چون به سمت این که من میخوام برم میخوردم. عموماً هم سر آموزش دستشویی استارتش میخورده روی طوله، یا جایی که دیگه سگ شده 4-5 سالش و غیر قابل کنترله. این وسط فراوانیش خیلی کمه. کسی که نه مثلا سگش 4 ماهشه، دستشویش حتی اوکیه و میبینه نیاز داره به یه حضوره مربی، یعنی طولم اگه باشه فقط برای آموزش دستشویی فکرشون درگیر کرده و به هیچ عنوان به این فکر نمی کرده که این سگ میتونه یه سری مشکلهای رفتاری داشته باشه. پیشنهادم بخوام بگم واقعا چیز عمومی نیست. عموما خود اون سن پایین تر خانواده، یعنی فرزندای خانواده که سگ دارن تماس میگیرن برای گرفتن مربی. به عنوان پیشنهاد برای تو این کار اومدن، اگر درآمد ثانویه‌ای دارید، یعنی میدونین که یه جهت دیگه درآمدتون تضمین شده است و عاشق این بچه ها هستین، واقعا باید عشق داشته باشین، اون موقع وارد این کار شین. اونم نه این که با دیدن ویدیوهای یوتیوب، این که یه مربی برای سگتون اومده باشه یا چیزای اینجوری بخواین برین خودتون رو به عنوان یه مربی سگ معرفی کنین، به این شکل نیست. شاید الان 10% تمام کسایی که توی اینستاگرام داریم میبینیم فعالیت دائمی دارن، مربی سگ باشن، یه علمه، یه چیز به این راحتی نیست. این نیست که فقط تو بند و قلاده رو بکش بالا سگ آروم میشه، یا تو فقط جایزه رو بذار تو دهنش اوکی میشه. اصلا به این شکل نیست. زبان بدن سگ رو باید بشناسین، علم کاملش رو داشته باشین، کجا از کدوم تاییدیه ها استفاده کنین، کجا سگ رو من کنین، کجا سگ رو تنبیه کنین، اینا رو کاملا باید در اطلاع باشین. همینجوری نیست، الکی نیستش این کار، واقعا چیزی نیستش که بدون علم بخواین واردش بشین و درآمد تضمین شده ای براش وجود نداره. چیزی که اون اوائل به خود من گفتم، تو بیا فلان قدر ماهی من خودم یه جوری برات ردیف میکنم بری جلو، اصلا این نیست. به هیچ عنوان همچین چیزی وجود نداره. حواستون باید به نگاه آدم ها باشه، اتفاقای آسیبی که میتونه به بدنتون بزنه. به هر حال شما سگی که اوکی باشه که نیاز به مربی به اون صورت نداره، صاحبی که تجربه داره میدونه داره با سگش چیکار میکنه. بیشتر سگای مشکل دارن، مخصوصا با توجه به فرهنگ الان ایران، تا به مشکل نخوره کسی مربی نمیگیره، که در صورت برعکس بشه اول با مربی بیاد که اصلا به مشکل نرسه میگیرن. من خودم فکر کنم تا الان 8 9 بار قشنگ مشتی گاز گرفته شدم، ولی همینه شغل ما همیشه. اگه فقط یه جمله بخوام بگم که زندگی خودتون و سگتون رو عوض کنه، اینه که حرفا و صفتهای انسانی توی این بچه ها نمی گنجه. فکر نکنید یه نوزاد انسان رو داری نگه می داری. با سگ ها باید مثل سگ ها برخورد کرد. عشق و علاقه و توجه به اندازه لازم دارن. تفکرتون رو از اینکه اینها انسانن عوض کنین و به چشم سگ ببینینشون. هم خودتون راحت‌تر زندگی میکنین، همین بچه‌ها.